بانک مرکزی ایران که تأسیس آن در سال 2519 از یادگارهای دوران شاهنشاهی اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر است، انتشار پول رایج کشور را انحصاراً به عهده دارد. از آن این وظیفه را بانک ملی ایران انجام می‌داد. در آغاز شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه کبیر، امتیاز انتشار اسکناس را یک بانک خارجی در دست داشت و اسکناس‌ها فقط در شهرهای مشخصی قابل پرداخت بود و این موضوع روی اسکناس‌ها نوشته شده بود. و این محدودیت خود موجب کندی نقل و انتقال پول در کشور بود. تأسیس یک بانک ایرانی که عهده‌دار اداره نظام پولی کشور و نشر اسکناس باشد، یکی از بزرگترین آرزوهای ملت ایران بود که به دست بنیانگذار ایران نوین برآورده شد. رضا شاه کبیر روز سه‌شنبه 20 شهریور 2487 بانک ملی ایران را گشودند و با انتشار اسکناس به وسیله این بانک رؤیای دیرین ملت ایران به حقیقت پیوست. بانک مرکزی ایران برابر اسکناس ها و سکه هایی که منتشر می کند، دارایی هایی به این شرح در اختیار دارد: طلا، ارز یعنی پول کشورهای دیگر، اسناد و اوراق بهادار دولتی مانند اسناد خزانه، اوراق قرضه دولتی، اسناد مطالبات بانک از وزارتخانه ها و شهرداری ها و اسناد بهادار غیر دولتی. یکی از وظایف بانک مرکزی حفاظت جواهرات سلطنتی است.